دختری نصیبا اوزاقوا که سنه 13 نویبری سال 2017 با عیب اکستریمیزم دستگیر شده بود، در همصحبت با رادیوی بی بی سی اوید شکنجه های شدید نسبت مادرش کرده شده بیانات داد. با گفته عزیزه اوزاقوا، دختری دستگیر شده از سبب بسر ضربه های سخت خوردن از بینی مادرش مایه زرداب می براید. و آخری را با مادرش پس از به اتمام رسیدنی کارهای تفتیشاتی اجازت دادند. طبق گفته های مادرم، در طول 12 روز جوانان پیشکی به سرش خلطه بار کرده، به تمام اعضاهای بدنش و به سرش با کلتک می زدند. در نتیجه شکنجه های شدید از بینیش مایه زرداب می براید. عین زمان او استفاده از دارواری که امکان قدر به او می رسانیم با خود تبابت کنی مشغول است، میگوید عزیزه اوزاقوا. یاد راست میکنیم که کمی پیش دیگر دختری نصیبه اوزاقوا، امیده اوزاقوا که همراه مادرش و برادرش محمد امین دستگیر شده بود، در مکتوب کوشاد در خصوص استفاده شدن شکنجه های شدید نسبت آنها برای گرفتن نشاندادهای اعترافی نقل نمود. در طول 17 روز من با مادرم و برادرم در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر تاشکند قرار داشتیم. در این مدت برای گرفتن نشاندادهای اعترافیم مرا سخت شکنجه نمودند. کارمندان فوری به من گفتند اگر نشانداد ندهم لباسهایم را بدر نموده با کامیرای تلفن صورت میگیرند و با اینترنت نشر می نمایند. یا اینکه با یکی از اتاقی در تهخانه همراهی تجاوزکاران جا می کنند و در روبروی مادرم و شوهرم را می گذارند که شاهد چنین حالت گردند. سرداری آنها فرمود که ما بین پایهایم کلتک را اندازند و گفت اگر بمیرد باکی ندارد، با یک اکت از حساب می برارتان. گفته می شود در مکتوب امیده اوزاقوا که در سامانه فیسبوک پخش شده است. یعنی دوبینکه بلن باشقا جایلگیم اشلتش که حرکت خلشارکیم.